علاء ایشان مدت هاست که دیگر اشاره ای به مسئله سلطنت نمی کند. 10 سالی از راست میگه نوری علا و در مقابل آنانی که ایشان را اعلی حضرت همایونی و یا شاهنشاه ایران و وارث تاج و تخت کیان و شهریار میخوانند تنها لبخندی زده سکوت پیش میگیرند و بیشتر دوست دارد درباره امکانات پیدا شدن یک رهبری دست جمعی و متمرکز برای اپوزیسیون سخن بگوید. تمام بدبختی ما همینه که در تشکیل آن خود نقش هماهنگ کننده بیطرف و آماده پذیرش رأی نهایی مردم را داشته باشد. به این سخنان ایشان که چند روز پیش در گفتگو با سردبیر کیهان لندن مطرح شده توجه کنید. ایشون میگه 10 سال قبل اگر ما این حرف را میزدیم که نقش رضا پهلوی چه میتواند باشد، باید ببینیم چه درصدی از افراد داخل مملکت به این مسئله توجه داشتند. آن هنگام فکرشان آن بود که باید به مسئله عینی که در مقابلشان قرار دارد بپردازند. میگفتند مسئله عینی ما فعلا مسئله انتخاب بین بد و بدتر است. راست میگه، برای اینکه ما اینقدر بیورزه با ابله و دنبال ندانم کاری های خودمون و گول خوردن مزدوران رژیم در خارج از کشور بودیم که دیگه اصلا مردم ما رو نمیدیدن، دنبال بد و بدتر بودن. شاهزاده راست میگه. به خاتمی رأی میدهیم که به ناطق نوری نعی نداده باشیم. هنوز امید آن وجود داشت که اصلاحات از داخل امکان پذیر باشه. هنوز امیدوار بودن اصلاحات در داخل، در خارج از کشورم خیلی ها رو من میشناسم امید داشتن اصلاحات بشه. به خاتمی تبریک هم گفتن ها. هرچه بگندد نمکش میزند، وای به روزی که بگندد نمک. بالاخره این جریان مسیر را طی کرد تا آنجا که حتی خانوم عبادی که تا چندی پیش در مورد اصل نظام حرفی نمی زدند، امروز صحبت از نظام سکولار می کنند. چه ویکتوری بزرگی! 10 سال صبر شده تا خانوم عبادی هم دیگه از رژیم سکولار صحبت می کنند. اصلا می خواهم بلنشم با سر از این شیشه و پنجره بندازم خودم رو بیرون. نوری علا خیلی کار زیرکانه نوشته، زیرکانه یه جانم، خیلی زیرکانه است. حالت توده ای جبهه ملی تمام این آقاتی هم زهرش آدم رو بیدار میکنه. همشین مثل این بیهوش میشه، یه چیزی میذارن زیر دماغ، بینگی از خواب میپنی. علا جانم میگه هنوز امید آن وجود داشت اصلاحات تو این حرفا و خانوم عبدی، خانوم عبادی هم که نمیزدن امروز کنن. اینها نشان میدهد که مردم نتیجه گیری نهایی خود را کرده. فرایند داخلی به نظر من خیلی پیشتر از فرایند برون مرزی است. من در تمام این سالها تلاشم این بوده است که زمینه این توافق را حتی الامکان فراهم بکنم تا مدعیان رهبری از هر جریان فکری، مشروطه‌خواه، جمهوری‌خواه، چپ، راست، میانه رو، ملی دور هم جمع بشن که نتیجه چندانی به دست نیامد. شاهزاده 50 سال دیگه هم این تلاش رو بکنید به جایی نمیرسید. من 20 سال پیش این رو گفتم، 10 سال پیش گفتم، 5 سال پیش گفتم، الانم میگم. خودمون باید دور هم جمع بشیم. یک نیروی منسجم بزرگ، طرفداران خود شما، که شما احساس ضعف اینجوری نکنید با این امثال داریوش همایون و خونساری، این دوزاری ها 30 سالش غلطی نکردن. حالا کار به جایی رسید که ما میخوایم محمد ظاهر شاه رو بخوایم 100 سال نداشته باشی. دلال و نگوشیتور میخوایم داشته باشیم که محترمانه قدرت تفویض بشه به دست یه گروه در برون و درون بریم برن تو. What the hell is going on؟ نمیتونستم این حرفا رو بدون این مقاله بزنم که یه دفعه 4 تا از این افتا و اشرتا و میمی و زیزی تو لس آنجلس خیلی اینجوری شده
وای شکویی به والا گوهر والا حضرت ابن علی حضرت توهین کرد و این گونه مثلا نفق رو بگیرید نکبت ها. ایشون گفته من در تمام این سالها تلاشم این بوده است که زمینه این توافق را حداقل فراهم کنم تا مدعیان رهبری از هر جریان فکری مشروطه خواه، جمهوری خواه، چپ، راست، میانه، ملی دور هم جمع شدن که نتیجه چندانی به دست نیامد. در این فاصله این خلأ رهبری نبود یک چهره‌ای که معرف این جریان باشد بیشتر و بیشتر احساس می شود و مورد مطالبه گروه هاست. واو چقدر داریم بعد از 30 سال متوجه و مسائل میشیم و مورد مطالبه گروه هاست و بیشتر و بیشتر انگوش ها به سوی من نشانه رفته. انگوش ها از روز اول به سوی شما نشونه رفته بود، از روز اول همه شما رو میخواستن، هنوزم میخوان، منتها شما رو پادشاه میخوان، نگوشیتر رو نمیدونم محترمانه کنار بریم و جمهوری بشه و بدیم و بیایم این حرفا. علی جان یادم میاد هر مراسمی که میشد اعلیحضرت شاهزاده رضا پهلوی یا رضا شاه دوم یا آقا به قول اسم مشروطه یا شهریار ایران تا 3 ماه پیش رضا پهلوی بود، اربابشون همایون گفت دیگه بگید شهریار، درجه دادن به پادشاه ما. میرفتیم میشستیم اینا، شاهزاده که میمد صحبت کنه کیپ تا کیمی یا رو چاقو کشا ردیف اول دوم نشسته بودن، ما هم که میرفتیم اونجا گارد و مارد و مصاحبه های پشت و اینا هم همه اینا تو این چند سال گذشته اینها که دیگه نمیدن تو ایران این بازی ها نیست، دم همین مرز خلد سلاح میشن. ما خب عشق به آریا مهرمون، پدرش رضا شاه کبیر، خود آقای رضا پهلوی شاهزاده پادشاه، جاوید شاه انگار کارت تو رگ و ریشه این اعضای حزب مشروطه میکردن در تمام طول این 30 سال. هدفشون اصلا نوشته شده از مانیفست دارن، پایان پادشاهی، و دارن مثل مورچه ذره ذره میشش میبرن. بزرگترین کسانی که میگفتن عکس نباید تو تظاهرات بیایید عکس پادشاه رو همین حزب مشروطه ای ها بودن. من شاهد زنده این جریانات هستم. حالا اینا همه به صورت نوشته بیرون میاد به زودی. در این فاصله این خلأ رهبری نبود یک چهره‌ای که معرف این جریان باشه بیشتر و بیشتر احساس می‌شد و مورد مطالبه گروه هاست و بیشتر و بیشتر انگشت‌ها به سوی من نشانه رفته. خیلی‌ها آمدن و به زبان‌های مختلف این خواسته را مطرح کردند. شخصیتی که اسمش و سرمایه سیاسیش چنین ظرفیتی دارد، من حتی به همه می‌گویم اگر امروز کسی مناسب‌تر از من پیدا کنید که این نقش را بهتر از من ایفا کند معرفی کنید، که در آن صورت من اولین کسی هستم که دنبال او خواهم رفت. شاهزاده اعلیحضرت رضا شاه دوم، این حرفی که شما الان دارید میزنید خیلی دیره. این حرف رو شما باید 20 سال پیش میزدید. امروز هم شما باید تکلیف خودتون رو دست کم با طرفداران نظام پادشاهی خودتون امثال من، اونا که مثل من میاندیشن، روشن بکنید. تحت هیچ شرایطی ما not one year, not two years, not five years, not ten years دیگه میایم روی این مسئله صبر بدیم تا اونا بخوان پروژه خودشونو پیاده بکنن.